درود بر شما. یکم اردیبهشت ماه 1402 خورشیدی و 21 آوریل 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به ادامه جنایت مسموم سازی دانش آموزان به ویژه در دبیرستان‌های دخترانه می‌پردازیم. خب با عقب نشینی بی تردید موقت جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی، حمله وحشیانه حکومت با آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اجتماعی با شدت تمام شروع شده و به شکل عجیب غریبی هم داره گسترش پیدا میکنه. در واقع انتقام داره میگیره حکومت از جامعه درگیر در جنبش انقلابی علیه وضع موجود. همه حکومتی ها و همه کسایی که حفظ جمهوری اسلامی براشون منفعت داره برای سردار رادان هورا میکشن که تمرکز نیروهای پلیس گذاشته روی مسئله حجاب اجباری، بهش جایزه دادن، ازش تقدیر کردن. همین هفته پیش برای چه کاری؟ برای اینکه تونسته در برابر مسمومیت سازی مدارس سکوت بکنه. فرمانده نیروی انتظامی دیگه، برقراری نظم و امنیت در جامعه باید سکوت بکنه، ولی شناسایی، جریمه، حمله به زنان، دختران مخالف حجاب اجباری، اینها رو اینجوری ببینین. نمونه این دوربین هایی که اینقدر واضح افراد به قول خودشون بد حجاب و تو کوچه خیابون شناسایی میکنه، از بقیه تفکیک میکنه، اونا رو کادر قرمز میزنه، عکس و فیلم رو ضبط میکنه، روزنامه همشهری شهردارشون منتشرش میکنه. این دوربینا قادر نیستن حتی سر نخی از کسایی که به صدها مدرسه، دهها خوابگاه دانشجویی بگم حمله شیمیایی کردن. عرض میکنم که چرا روی این حمله شیمیایی مکث میکنم. نمیتونه حکومت هیچ سرنخی از اینا پیدا بکنه. میان یک شوهای مسخره تلویزیونی درست میکنن، تو سیمای آقایون پخش میکنن، میگن نمیدونم دیدین یا نه، خب من بنابه کارم ناگزیرم دندون قروچه برم و اینا رو نگاه بکنم. صدا و سیماشون میاد دوربین رو مثلا میبره تو کوچه خیابون، بعد از مردم میپرسه حمله شیمیایی یعنی چه؟ بعد میگه خب حمله شیمیایی جنگ ایران و عراق، عراق حمله کرد به حلبچه فلان بر. خب حمله شیمیایی به مدارس، بابا شوخی میکنی؟ این مسمومیت سازی ها چیه؟ اسمش چیه؟ ببینید، نمیخواد جمهوری اسلامی، نمیخواد جواب بده. به چند دلیل دیگه باید حدس زد. یا آدمای خودشونن که در خوشبینانه ترین حالت، من این یاها رو میگم، برنامه داشتیم مفصل، و دست از خامنه ای به پایین همشون روح هست، از خود شخصش تا بقیه، که آدم بخواد استدلال بکنه و ثابت بکنه که کار سازمان یافته سراسری با این گازهای به اصطلاح ناشناس اینی در مدارس و مسمومیت سازی های موقت، اینها نمیتونه کار یه 4-5 نفر آدم حزب اللهی باشه، نمیدونم طالبانی باشه، نمیدونم حالا به شکل وقیحانش بگیم شیطنت باشه و این چیزا. ببینید، جوابی به مردم حکومت نمیتونه بده، چون داره انتقامشو از موتور محرکه انقلاب زن، زندگی، آزادی میگیره. موتور محرکه‌ای که همین دانش آموزای دخترانه، دبیرستان‌های دخترانه بودند و هستند. بعد انکار میکنه، میگه اصلا، برای اینکه جواب نده میگه اصلا همچین واقعیتی که هر روز جلو چشم مردم وجود داره، دانش آموزا پرپر میزنن جلوی چشم پدر مادرشون، جلو مدرسه، تو مدرسه، جلو چشم همکلاساشون، این بال بال زدنهای دانش آموزا، اینا اصلا واقعیت نداره. ببینیم یه ویدیو برمی کردیم.
چهارشنبه بود در همدان مرسش همران، سه شنبه 29 فروردین هم دست کم 19 مورد حمله شیمیایی به مدارس ایران انجام گرفته که 5 مورد آن در تهران و 4 مورد در کرمانشاه گزارش شده است. در هر یک از شهرهای سقز 3 مورد، اهواز و اسلامشهر 2 بار، در اردبیل، کرج و ارومیه نیز هر کدام 1 بار وقوع این حملات ثبت شده است. مدارس دخترانه قیاس، ابرار، شهدای مکی، پردیس و شاهد در تهران، دبیرستان اسمتیه، دبستان ابتدایی دانا، نصر، مدرسه عفت در دولت آباد و دبستان فرد شاد فرد در دادگستری الهیه در کرمانشاه، مدرسه سایپا و نیایش در اسلام شهر تهران، دبیرستان دخترانه کوثر در بولوار کردستان شهر سقز، همچنین مدرسه دخترانه مقطع متوسطه ایمان و دبستان پسرانه ترکمان دو این شهر، مدرسه دخترانه تهذیب کرج، مدرسه دخترانه بهاران اردبیل و دبیرستان دخترانه هدف در فلک مادر شهرستان ارومیه. دوشنبه 28 فروردین هم دست کم 20 مورد حمله شیمیایی به مدارس شهرهای تهران، بوکان، گیلان غرب، کرج، تبریز، خرم‌آباد، دزفول، اصفهان، سقز، ارومیه، سنندج، روانسر و کرمانشاه انجام شده است. ببینید، من اینا رو عمدن، ممکنه شنیده باشین در خبرهای در بخش خبری همین صدای آمریکا یا احیانا رسانه‌های دیگه، ولی من عمدن اینا رو نام بردم دونه دونه، خیلی مختصر البته فشردمش تا اینها سنده، تا بماند که این مسمومیت سازی ها در این مدارس مشخص جلو چشم مردم داره اتفاق میفته. جمهوری اسلامی مطلقا سکوت میکنه، نیروی انتظامیش دنبال بدحجاب و بیهجاب میگرده با دوربیناش، هر هفته میلیاردها تومان خرج میکنه برای این کار، ولی مسمومیت سازی، خب اگه کار خودتون نیست که هست، اگه کار خودتون نیست خب پس چرا نمیگیرین کسی رو، پس چرا کسی رو معرفی نمیکنین؟ بعد تو این دور جدید، هفته پیش هم من گفتم هیچ رسانه‌ای طبق بخشنامه، طبق این بخشنامه اجازه نداره به موضوع مسمومیت دانش آموزا بپردازه، هیچ رسانه‌ای، بخشنامه آمده است، مدیر مسئول محترم رسانه، مال بعد از تعطیلات نوروز، برای همه رسانه ها رفته. خب ولی خبرگزاری فارس سپاه پاسداران تنها رسانه ایست که آمده مطلب، البته عرض کردم سیمای جمهوری اسلامی هم این کارو میکنه، سیمای آقایون و فارس رسانه اصلی سپاه پاسداران، در واقع رسانه عمومیش، تنها رسانه ایست که آمده مطلب گذاشته، ویدیو گذاشته مفصل. بقیه حق ندارن، این مال سپاه حق داره دیگه، بقیه حق ندارن، این و سیمای آقایونشون باید یک طرفه بیان هرچی میخوان بنویسن به عنوان گزارش. من نمیم چقدر واقعا خواننده داره و چقدر، یعنی چقدر باورپذیره این حرفاشون. فارس نوشته 80% بدحالی دانش آموزان تمارز بوده، 20% استرس. یعنی طبق آخرین تحقیقات، یعنی شیمیایی کردن مدارس 100% دروغه، 80%شون که الکی گفتن حالشون بد شده، تمارز کردن، خودشونو به مریضی زدن، 20% هم از تمارز اون 80% استرس گرفتن، شد 100%. قضیه به همین سادگیه. تحقیقات گسترده هم انجام شده، نهادهای زیربط که البته در گزارش فارس هیچ اسمی ندارن، بررسی‌های خیالی، منابع الکی، منبع آگاه به ما گفت که فلان، این در رسانه همین فارس که عرض می‌کنم، اینا خب همه چی رو گفتن دیگه، 80% تمارز، 20% استرس از تمارز اونا، چه برای چی شلوغش میکنن خانواده ها؟ به گزارش خبرگزاری فارس، تحقیقات گسترده نهادهای زیربط نشان می‌دهد که بیش از 90% حوادث مدارس منشأ داخلی داشته و توسط دانش آموزان اتفاق افتاده است و شیطنت‌های دوره نوجوانی همزمان با پوشش رسانه‌ای گسترده این رقابت را بین برخی دانش آموزان تسری داده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در موارد معدودی برخی معلمین نیز تخلفاتی در این زمینه داشتند، یعنی اونا مسموم کردن بچه‌ها، و به رغم باخبر بودن از ماجرا با دانش آموزان برای تعطیل کردن کلاس‌ها همراهی کردند که پرونده تخلف آنها در دست رسیدگی است. این تحقیقات
نشان می‌دهد در موارد با منشأ داخلی علت بدحالی دانش آموزان منتقل شده به مراکز درمانی حدود 80% تمارض و حدود 20% تلقین اعلام شده است. کجا اعلام شده است؟ این مزخرفات چیه به اسم گزارش خبرگزاری سپاهتون میزنه؟ کجا اعلام شده است؟ به جز اینکه خودتون می‌نویسید. یعنی حتی مراجع رسمی حکومتی جرئت ندارن اینا رو اینجوری بگن. 80% 20% اصلا وجود نداره. کی این تحقیق رو کرده؟ کدوم بررسی ها نشان میدهد؟ کدوم منبع آگاه به شما این مزخرفات رو گفته؟ اطلاعات سپاه دیگه. باید دروغ بگه. فریب. عملیات فریب. همینجوری مقاله در توجیه خط رهبرشون می نویسن که باید دانش آموزان رو تنبیه کرد. بعد همین فارس نشریه سپاه عرض کردم برمی داره یک ویدیو می ذاره در گفتگو با دانش آموز با بچه های قد و نیم قد یه ویدیو در باره مسمومیت میره مصاحبه میکنه پخش میکنن. ببینیم هم دیشب اومده بود خونم به خاطر اینکه دیروز قایب بود. نه من خونم گفتش که مامان هم توی گروه گفته که یکی بچه ها بلند شده ابروهاش هم گفته چشاش هم دیگه کلا نمیده. آره؟ آره. نه اینجوری نشده بچه ها. چرا مامانش گفت؟ شما دیدین؟ نه نه تو به من گفته چی میگه؟ چی بود؟ اینترنت؟ نه تو گروه بدن تو ایتا که ما درس میکنیم گفته شوهر من که تو به من رسام بوده من با چشای خودم دیدم بچه های دیگه فلج شده بودن ابروهاشون افتاده بود و چشاشون هم کور شده بود. بچه شما الان میترسیم؟ گفتن اینا رو هم بچه همه باور کردین اینو؟ بله. چقدر وقیح و بیرحمین واقعا شما. میرین با بچه های 5-6 ساله تو مدرسه درباره این چیز رو مصاحبه میکنین، به عنوان سند نشون میدین، اساساً دبیرستان‌های دخترانه هدف این مسمومیت سازی‌ها بودند در تمام حدود 6 ماه گذشته. اگرم این وسط دبستانی تک و توک یا دبستان پسرانه، دبیرستان پسرانه احیاناً هدف این مسمومیت سازی‌ها قرار گرفته، همونطور که یک بار دکتر کامیار علایی در همین برنامه فرمودند که تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که فلان مدرسه یه پسرانه صرفاً به دلیل تغییر شیفت کسانی که هدف گذاری کردن و اقدام به این جنایت کردن شیفت پسرانه رو در واقع علیهش اقدام کردن، یا برای دبستان ها هم برای رد گم کنی که خب بیان بگن کل مدارس. یعنی ببینید جمهوری اسلامی طوری عمل میکنه که هم جامعه بفهمه که خط خامنه‌ای داره پیش میره. پیشوا گفته که اینهایی که موتور محرکه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی هستند اینها باید تنبیه بشن. اینو تو سخنرانش گفتی و یه تنبیهی میکنیم دیگه، یه تنبیهی. و هم علنا نیان اینو بگن که هم در داخل بحران جدیدی براشون سر نکشه و هم در خارج از کشور تحت فشار قرار نگیرن، در واقع تحت فشار بین المللی قرار نگیرن. نمیتونن به صراحت بگن که ما این جنایت عجیب غریب رو داریم علیه بچه های مدرسه خودمون انجام میدیم. که یعنی ببینیم من وقتی این ویدیو رو دیدم مال این بچه های کلاس اول مدرسه 5-6 ساله،
دیدم جنایت رو خود حکومت میکنه و بعد به شنیع‌ترین شکلی از بچه های از کودکان میاد سوء استفاده میکنه برای توجیه مثلا خبری جنایتش. کدوم حکومت این کارو میکنه؟ همین کارو، همین تاکتیک ها رو، همین فریب دادن ها رو به اصطلاح در فضای سایبری هم انجام میده که حالا خواهم گفت. بریم پرده آخر. اگر حضرت موسی میزد تو گوش کسی، سرش تو هوا پخش میشد، نه دردش میگرفت، میگه که باره میشد. من پیغمبرها، هر پیغمبری رو خداوند قدرت 40 پهلوان زمان خودش رو بهش میده و پیغمبر ما قدرت 40 پیغمبر رو داشت. اگه بنا باشه پهلوان زمان پیغمبر ما علی باشه، پیغمبر ما 1600 برابر علی قوی بود. تا بنا نداشت این قدرت چه جایی نشون بده و بالا خراب باید بسن علی جنگ بی حالا بنا نداشته. شب و روزگار خوش. صدای آمریکاست.